این هموتی کن لطفا. طلبت. چرا خواهر گلم؟ چون تنبل بار نیای. چی شده بچه ها؟ سلام ماما. سلام ماما. یه ماه میخواد کامپیوتر منو درست کنه، هر دفعه یه بهونه میاره. سعید جان اذیتش نکن. مام قول میدم همین امروز واسش درست کنم. با اینکه حرفت حرف نیست ولی این دفعه هم باش. بچه ها صبحانه. ماما خیلی دیرم شده، باید برم. سفر قندهار که میگم پس اینجوری میره. سفر کبیر. قندهار کجاست دیگه؟ بابا یعنی این همه راهو میخوای بری واسه دیدن این ستاره؟ بابا همین بالا پشت بون خودمونم خیلی ستاره داره. چند بار بهتون بگم ستاره های رو پشت بون با ستاره کبیر فرق میکنه. اصلا من شاید بخوام برم از کبیر برای ستاره تو خونم یه دونه ستاره بچینم. بعد از شما اجازه بگیرم؟ ستاره تو خونم یعنی مامان دیگه. امروز چه رمانتیک شدی بابا. من که حریف زبون شما دوتا وروجک نمیشم. خب نسرین خانم، اگه بار گران بودیم که از دست این دوتا رفتیم، اگرم نامهربان بودی که باز دوباره رفتیم دیگه. اذیت میکنی آه. همه چی رو برداشتی؟ آره برداشتم. جعبه کمک های اولیه. آره. باتری های شارژ شده. پماد گزیدگی حشرات. آره. دیگه بابا مسواکتو برداشتی؟ بابا کیف پولت، کیف پولتو برداشتی؟ او بابا زیر شلوارتو برداشتی؟ بابا حولتو برداشتی؟ های 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 با دم شیرم بازی؟ فضولی موقوف، بود این دیرتون شد. وای پیرن از دو برو بابا تا ما این پیرن دو زارید. چی شد؟ سلون دینا اصلا چیزه. میدونی یک شنبه هفته دیگه چه روزیه؟ خب یه شنبه هستیه. آکیو اینجوری امتحان میدی؟ خودت وقتی رد شده میفهمی. تقصیا. خب بگو سارا. تولد باباست دیگه. تا اون موقع حتما تهرانم. بابا میخوایم کلی مهمون دعوت کنیم. بالاخره چی نباشه نیم قرن جهان و کهکشان در خدمت شماست. گفتم که به موقع برمیگردم. ما رفتیم همگی. خدافظ. خدافظ بابا. منم باید برم، دیرم شده. بابا یاد باشه فیلم این ستاره خانمو برامون بیاری. باشه حتما. خدافظ. خدافظ. اگه تصویر خوب بگیریم حتما. خدا کنه این ستاره رو بتونیم ببینیم، هوا ابری نباشه و یعنی برای دیدنش باید 25 سال دیگه صبر کنیم که فکر نکنم به عمر من قد بده. بهنود خب بذار منم یه ذره خودم رو لوس کنم. چی میشم اگه؟ خب خود شیرینی کنم و یعنی من حالا حالا هستم، خیال رفتن ندارم که. نسرین ها همه چی خوبه؟ آره همه چی خوبه. مطمئنی آخه یه مدت خوب نیستی؟ حال فرشته بد شده؟ نه نگران نباش، اون که همون جوری طفلکی، فقط پیوند. الانم که صدر لیسته هیچ اتفاق نیفتاد. ناراحت نباش، ایشالله به زودی مورد خیلی خوب پیدا میشه. به کی زنگ میزنی؟ آژانس. من میرسونمت. نه تو برو پیش فرشته. الو سلام. بله خودم هستم. میرم میدون آرژانتین. قربانت منتظرم. باشه باشه خداحافظ. خیلی دلم براش میسوزه. طفلک فرشته. این مدتی که تو بیمارستان بستریه خیلی مرگ مغزی شدن، ولی خونواده ها اجازه نمیدن. همین الان یه جوون مرگ مغزی داریم تو بخش. خدا کنه این مادرش اجازه بده قلب پسرش رو بدیم به فرشته. چی شد؟ یه جور بیرحمانهی میگی قلب پسرش رو بدیم به فرشته. ببین نسرین، همون جوونی که داری ازش حرف میزنی عزیزه یه خانواده است. یه عمری مادرش براش خون جگر خورده. اگه حاضر بشه همچین فداکاری بکنه و قلب پسرش رو اهدا کنه به فرشته،
تنها کاری که باید بکنیم اینه که احترام اون جوان و خانوادش رو نگه داریم. فرشته خانم گل ما امروز حالش چطوره؟ ای بابا، باز که تو اومدی؟ من چند دفعه بگم نمیخوام به خاطر من انقدر تو زحمت بیفتی. نگفتی چطوری؟ ای، چون میگذرد غمی نیست. به به، ما اگه شما رو یه چند سباه اینجا نگه داریم به آقا مسعود به جای زنش یک شاعر تمام عیار تحویل میدیم. فرشته تو اینو میدونی که اون چرا خرابه؟ خیلی از نویسنده های بزرگ بیماری های مزمن مادام العمر داشتن، مثل کافکا، داستایفسکی، پروست خودشو تو اتاق حبس میکرده فقط مینوشته. بله مینوشته. بیایست دلم یه ذره شده واسه چیدن میز صبحونه، واسه بوی چایی تازه دم و اون نونایی که هر روز مسعود میگیره. نمیخورم عزیز دل من، فقط یکم تحمل کن. تو الان موقعیتت خیلی فرق کرده، اسمت اول لیست اهداییه، این یعنی اولین قلب مرگ مغزی. میدونم اولین قلب کارم رو را میندازه، ولی باید انقدر اینجا منتظر بشینم و دعا کنم تا یکی زودتر بمیره که من بتونم زندگی کنم. این چه حرفی عزیز دل من؟ اون قلبی که به تو پیوند زده میشه صاحبش فوت شده، حالا تو چه آرزو بکنی چه آرزو نکنی. قرار امروز بریم با مادر اون جوان مرگ مغزی صحبت کنیم، خدا کمکمون کنه. دیشب خواب دیدم مردم. ای بابا، تو فکر میکنی فقط خودت خواب میبینی؟ خب از این خوابای الکی ملکی همه میبینن. من خودم دیشب یه خوابی دیدم، خیلی عجیب بود، یه جوانی که تا حالا ندیدمش، صورتش زخمی بود، زور زده بود به من. یه آدم دیگه ای هم دیدم، فقط دستاشو میدیدم، سوخته بود. سلام خانم فیروز. بهار جون خوبی؟ جانم بله. عزیزم این خانم صفدریه ازش خبری شد؟ دفتر خانم دکتره، باش جلسه دارم. همین الان؟ 15 ساله که دارم نظر رو نیاز میکنم.
میشه فامیل، شوهر، غریبه، آشنا، همه رو به جون خریدم. اما ناامید نشدم. میدونستم بالاخره میاد. خیلی کوچیک بود که باباش مرد. با خودم عهد کردم هیچ وقت نذارم جای خالی باباشو احساس کنه. به خدا نذاشتم خانم دکتر. خودم سختی کشیدم، همه عمرم و شب و روز کار کردم، ولی بچه‌مو به اون جایی که لیاقتش بود رسوندم. خدا رو شکر. امیر علیم خیلی پسر باهوشی. بچه‌م شاگرد زرنگ دانشگاهشونه. ایشالله خوب که شد، قراره تو مسابقات المپیاد شرکت کنه. ببینید خانم صفدری عزیز، الان دیگه هیچ تردیدی در درستی مطلبی که به شما اعلام شده وجود نداره. سه تا شورای پزشکی متفاوت امیرعلی رو معاینه کردن. متاسفانه هر سه شورام مرگ مغزی امیرعلی رو تایید کردن. اگه الان امیرعلی نفس میکشه فقط به خاطر دستگاهایی که بهش وصله. همین. چرا نمیخواین هیچ امیدی برام باقی بذارین؟ آخه چرا اصرار دارین که من باور کنم و قبول داشته باشم که دیگه هیچ کاری نمیشه برای این بکنی؟ ببین عزیز من، منم مثل شما مادرم، منم یه پسر همسن امیرعلی شما دارم، پس طبیعیه که وضعیت شما رو تا یه حد درک میکنم. ولی ببینید وظیفه ما فقط اینه که شما رو در جریان واقعیت اوضاع قرار بدیم، فقط همین. خب که چی بشه خانم دکتر؟ بچه‌م تا زمانی که داره با این دستگاه یا هر چی نفس میکشه زنده است. همین برای من کافیه. براتون واقعیت رو میگن تا بتونین بهتر تصمیم بگیرین. چه تصمیمی؟ مگه نگفتین که دیگه برای امیرعلی نمیشه کاری کرد؟ برای امیرعلی جون نمیشه کاری کرد، ولی شاید بشه جون چند تا بیمار دیگر رو نجات داد. خانم صفده جان نه، نمیتونم بذارم، نه تا وقتی که داره نفس میکشه. خودم شب و روز کنارشم. خانم دکتر، امروز رنگ و صورتش از هر روز دیگه بهتر بود. الهی قربونتون برم. میدونین اما اگه بشه یه... نسرین برو بیرون، خواهش میکنم. ای کاش جای من بودی تا میفهمیدی که من چی دارم میکشم. ببینید خانم صفدری، در نهایت تصمیم گیری کلن به خود شماست. حتی میتونین رضایت ندین یا میتونین به من بگین که من وقت بیشتری میخوام برای اینکه فکر کنم. باشه، من یه لحظه الان برمیگردم. رفتارت اصلا عاقلانه نبود نسرین، از تو بعیده. مثل که یادت رفته سه تفنگ داره مدرسه بودی. فرشته داره دست میره. پس این زن چی؟ بهش حق نمیدی که تردید داشته باشه؟ من نمیدونم چطوری میشه با این زن حرف بزنم. ببین نسرین، اینطوری که وضعیتشو درک کنه. بابا اصلا شاید نظرش عوض شد. تو بهش حق نمیدی که رضایت نده؟ نسرین جونم، پافشاری تو باعث میشه هم وضعیت بیمارستان به هم بریزه، هم وضعیت روحی خودت. عزیز دل من، آخه تو جامعه شناسی، استاد دانشگاهی. میدونم. انقدر هرس نخور دختر. باور کن من اونقدر هم که تو فکر میکنی از مردن نمیترسم. فرشته جون تو شروع نکن. من به اندازه کافی امروز اعصابم خود شده. خواهش میکنم به این زودی وا نده. من فقط از تو میخوام که برام من از تو میخوام قوی باشی و تحمل داشته باشی. دانشگاهه؟ الو؟ بله؟ بله. من که گفته بودم
بله، من تا آخر هفته کلاس ها رو تعطیل کرده بودم. قرار شد جمعه 4 ساعت کلاس جبرانی بذارم براشون. بله. خب اشکال نداره، گوشیو بدین من خودم باشون صحبت. بله. دانشجومه. نسرین تو کار داری، برو. گوشی؟ برو تو. عزیزم ما خوب اومدیم یه بیمارستان آشنا که کارمون را بیفته. الو سلام علیکم. بله تا کی؟ تا آخر ترم که نمیشه. بله من در جریان بیماری مادرتون هستم. خب یه آشنایی دو... آخه این درسی نیست عزیزم که من واقعیتش نمیتونم بهتون کمکی بکنم. ببین عزیزم. الو الو خانم رستگاری. الو الو من میام پشت. شما نتونستین بابا با تماس بگیرین؟ ما هم هرچی زنگ زدیم موبایلش آنتن نمیداد. نگران شدین؟ خب تو دل کبیر کجا تلفن آنتن میده؟ نه فقط میخواستیم یه خبری از حالشون بگیریم. مطمئن باشین باباتون اگه بتونه خودش با ما تماس میگیره. جای بابا خالی، اگه الان اینجا بود میگفت قرمه سبزی خانم من حرف نداره، حتی اگه بعد از روز توی یخچال ماسیده باشه. مهندس جان به جای این بازی در آوردن ها به مامان بگو برنامه اون واسه تولد بابا چیه. برنامه اینه که جشن نگیریم. حل شد ممنون. ناراحت نشه خواهر گلم، شما هر برنامه داشته باشی ما اجرا میکنیم. ما میخوایم تولد بابا رو امسال یکم مفصل تر بگیریم. آخه نیست سالگرد 50 سالگیه، علکی که نیست، نیم قرنه. هی نیم قرنه نیم قرنه، اینجوری فکر میکنم شوهرم پیر شده. اختیار دارین، حالا کوتا پیری پدر جان ما، بعدش هم مادر من، دل باید جوون باشه یکی است، وگرنه سر 50 سالگی پا نمیشه بره شکار ستاره. که با دوم شیر داری بازی میکنی ها؟ نه از رو علاقه میگم. بابا امروز 4 ساعت مرکز خرید شهر رو بالا پایین کردم که یه کادوی خوب برش بگیرم. آقا زرنگ شده، حالا چی خریدی؟ هیچی. به و عوضش یه فکر خوبی دارم، منتها شما هم باید کمک کنین ها. یه ساعت خوب دیدم ولی یکم گرونه. برو بابا تو هم خسته نباشی. حالا چرا میذارین تو ذوق آدم؟ یادت رفته پارسال خودم براش ساعت جیبی خریدم. اون که جیبی بود. مگه این دیواریه؟ نه از این ساعت زنجیردارا هست که پدر بزرگا دارن اینجوری بازی کنن. سعید میکشم تا. بابا مادر من نیم قرن نیم قرن. اگه مردی وایسا. مردم وایسا. بله سلام خوبین؟ بهار. سلام بهار جان چی شده؟ سری بیان یه تصادفی آوردن، بگم اونم مرگ مغزیه. مطمئنی؟ آره خودتونو برسون. اومدم. سلام. سلام بهار جان. خوابه؟ آره پیش دکتر شمس بودم. چه خبر؟ هیچ. خانواده‌اش پیدا نشدن؟ نه. مطمئنی؟ اگه چیز جدیدی بود منم خبردار میشدم. پلیس چی میگه؟ پیگیری کردم، میگن هیچ گم شده به سن و سال این آقای گزارش نشد. ببخشید. الو سلام مامان جانم کجایی؟ قنادی واسه چی؟ عزیزم تو هر چی سفارش بدی بابا خوشش میاد. آره قربونت، زود برو خونه. خداحافظ. سلام ببخشید امکان داره با آقای مسعودی صحبت کنم؟ تشکر. سلام آقای مسعودی، من پیروز هستم همسر آقای بهادرانی. تشکر میکنم.
ممنونم. ببخشید مزاحم شدم. ازشون خبری دارین؟ بله. طبق برنامه یعنی کی؟ پس فرد. بله پس فرد. درسته. واقعا ممنون میشم. لطف کنید. اگه خبری شد. تشکر میکنم. خداحافظ. سلام گیتا جون، اجازه هست؟ باز چه میخوای؟ گفتم اولا بیام با هم یه غذایی بخوریم، دومم یه راستی دارم. گفتم تو همینطوری دلت برای من تنگ نمیشه. راستی اون مرده کارت اهدای عضو نداره؟ نسرین جان، این یه مرد حدوداً 50 ساله است، مرگ مغزی شده، توی تصادف سوخته، الان هم داره نفسای آخرشو میکشه. بازم میخوای بگم؟ خب، چون کسی کسو کاری نداره نیومدن دنبالش. خب گفتم شاید شما بتونین خودتون اهدای عضوش کنین. چی کار باید بکنیم؟ میگم میخوای حالا که خانواده ای نداره خودمون واسش کارت جعلی درست کنیم؟ یا یه فکر دیگه، من میگم بیا نصف شب ببریمش تو اتاق عمل، دل روده‌هاشو بریزیم بیرون، بعدم قلب و کلیه‌شو دراریم پیوند بزنیم، خود جنازه رو برداریم سربنز کنیم. کی میفهمه؟ کیتا، خب تو همین از من میخوای نسرین؟ آخه ما نباید توی موقعیت اخلاق رو فراموش کنیم که. فرشته وقت داره میگذره، از دست هیچ کس هیچ کاری بر نمیاد. خواهش میکنم خودت یه کاری بکن. شما اینجا چی کار میکنی؟ من دوست خانم، من با خانم دکتر شمس هماهنگ کردم. یادم اومد، ولی خب شما نباید توی این اتاق باشین، بفرمایید بیرون، اونم بدون گان. ببین عزیزم، فقط میخوام بدونم از خانوادش خبری شده؟ نه، بفرمایید. خب کارت شناسایی یه چیزی تو کیفی تو جیبی؟ میبینین که بدجوری سوخته، فقط ازش یه کلید و یه ساعت مونده، اونم چون فلزی بود. تحویلش دادیم به پلیس؟ باید تحویل میدادم؟ نه. اینه؟ درست بکش بهتر.
نسرین، میخوای بهم بگی چی شده؟ این ساعت دست تو چی کار میکرد؟ ها؟ مرده بهناده، من مطمئنم داری اشتباه میکنی. بهناده از کجا یه همچه حدسی میزنی؟ حدس نیست، بهناد رفت سفر، چرا ازش خبر نیست، موبایل شبم نمیده، این ساعت خودم بر تولدش خریدم، دم پرسا پشتشو بخو، نمیشه نمیشه، نباید به این زودی بره، بچه ها زندگی تو رو خدا، تو رو خدا نزار بمیره. الو، سلام سارا جان، خاله گیتا هم. ممنون دخترم، میدونم برای همین زنگ زدم. نه خوبه، حال فرشته یکم خوب نیست، ممکنه مامانت شب پیشش بخوابه. ببخشید، نمیخواستم اینجوری بپرونمتون. چی شده؟ فرشته خانوم حالشون خوب نیست. یا حالی؟ بهتری خانم؟ خانوما امروز معاینش کردین؟
نسرین جان، راستش تو خودت میدونی که گفتن این حرف چقدر برای من سخته، ولی من فکر میکنم دیگه وقتشه که تو تصمیمتو بگیری. دیر میشه. میخواییم بهشون سر بزنی؟ دلش ندارم ببینمش اینجوری. چهای عزیزم، خوبی؟ من چرا موبایلتو جواب نمیدادی؟ چه میدونم، شارژش مثل که خراب شده بود، تموم شده بود، نفهمیدم. خوبی؟ مرسی، نگرانتون بودیم. شام که خوردین؟ نه. خب بچه‌های عزیزم، از باباتون که خبری نداری؟ نه ولی قول داده بود امشب بیاد. آره، نگرانشم، نمیدونم چرا تلفن رو جواب نمیده. به به، چه استقبال با شکوهی. آخ جون بابا، قندار خوب بود؟ خوش گذشت قندار. چند بار بگم سفر کبیر نه قندار. برو جنگ، چطوری سارا؟ دستتو دراز کنی بردی بابا. اولی نباز کنی، اولی نباز کنی، اولی نباز کنی، اولی نباز کنی.
آدم باورش نمیشه. همون روزی که میرفتم سفر دیدمش. ساعتم رو بهش دادم برای سرویس. گفت این ساعتها رو باید ببری نمایندگی، من خرابش میکنم. گفتم شکست نفسی نکن مرد مومن. تو دست به آجرم بزنی شروع میکنه به تیک تیک کردن. گفت تیک تیک کردن من و تو هم دست کسی دیگه است. خدا تو رو دوباره به من داد. نسرین دیدی خود شیرینی هنوز جواب میده؟ من که گفتم حالا حالا هستم خدمتون، خیال رفتن ندارم. خدا رو شکر. تو خانمش رو میشناسی؟ نه نمیشناسمش. خدا کنه موافقت کنه. ایشالا موافقت میکنه. توکل به خدا، ما همه تلاش خودمونو میکنیم. ببینید خانم، ما چطور بگم، کارای اداری اهدای عضو رو انجام دادیم، فقط مونده امضای شما که البته اگر رضایت بدین دیگه. حتما کارت اهدا عضوش هم سوخته. ببخشید چی گفتید؟ کارت اهدا عضوش همراهش بود، حتما تو آتیش سوزی سوخته. وقتی میرفت سفر اصلا نمیتونستم به همچین لحظه ای فکر کنم. خوبه که خودش قبلا تصمیمشو گرفته، وگرنه شاید من نمیتونستم همچین تصمیم.
اورژانس دکتر اورژانس رو ببین این حال نداره خانم. Thank you.